سلام و درود دارم بر همه هموطنان بسیار عزیزم در ایران و همه جای دنیا. خوشحالم که باز در برنامه امروز و فردای ایران با شما هستم به لطف تلویزیون ایران فردا. همونطور که میدونید به هر حال عنوان برنامه هم مشخص هست، بحث من همیشه بحث امروز و فردای ایران، نگاهی به مسائلی که وجود داره و به هر حال یک سری آگاهی دادن و یک نگاه بلند مدت تر به این معنا که چی کار کنیم بالاخره از این موقعیت فاجعه آمیزی که برامون وجود داره چجوری نجات پیدا بکنیم. هر مرحله من تلاشم بر این بوده که مسائلی مطرح بشه که در نهایت در قالب یک پروژه بزرگ معنی پیدا بکنه برای اینکه امروز و فردای ما چگونه خواهد بود. به دست خود ما مردم، با حمایت خود ما مردم، با توجه به این که اگر جز این باشد راه به هیچ جایی نخواهد بود. بحثی که امروز برای من جایی رو پیدا کرد که طرحش بکنم مسئله امنیت اجتماعی است و این که در جامعه ما این امنیت روز به روز کاهش پیدا کرده و مشکلات عدیده‌ای رو براش به وجود آمده. این امنیت اجتماعی یعنی چی؟ در عمل بحث مشخصترش به دلیل اینی که در یکی دو هفته گذشته در مسائل اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی، همین بحث امنیت اجتماعی در رابطه با مسئله آزار و اذیتی که در رابطه با مسئله زنان توی جامعه وجود داره مطرح شده، خیلی گسترده. زنان و دختران کوچولویی که حتی بچه‌های کوچولویی که بچه‌هایی که 7 ساله، 10 ساله، نمیدونم 11 ساله، یه کمی بزرگتر، نوجوان 13 14 ساله، تا اونهایی که دخترای جوونی هستن یا مسائل زنانی فارغ از گروه سنیشون، همه این مشکلات توی جامعه براشون وجود داشته. این عدم امنیت، اون نبودن امنیت اجتماعی برای من این مسئله است که یک زن، یک دختر چگونه میتونه که توی جامعهش تردد بکنه، حرکت بکنه بدون اینکه دچار مشکل بشه. این مشکلات چی هست؟ این مشکلات رو ما میتونیم که در زمینه‌های مختلف بهش برگردیم. از نمیدونم توی خیابونی که یه زن و دختر داره رد میشه، براش سوپ میزنن، متلک بهش میگن، اعضای بدنش رو لمس میکنن، هیچ تفاوت نمیکنه، از لب، از سینه، از باسن، نمیدونم، همه اینها اندام تناسلیش رو، و میبینیم که این خاطراتی که برای بچه‌های کوچولو عرض می‌کنم وجود داشته که امروز به وفور داره مطرح و منتشر میشه، حتی در سنین بسیار بزرگی، یعنی بعد از 20-30 سال هم اینها همچنان زنده است براشون، همچنان واسهشون به صورت یک کابوس وجود داره. البته این رو من خدمتتون بگم که مسئله‌ای که هست نه الزاما فقط در ایران، در همه جای دنیا هست. ما شاهد این هستیم که تجارت سکس وجود داره، مافیای سکس وجود داره، این آزار و اذیت در همه جای دنیا میتونه باشه، ولی در عمل بحث اصلی تر ما بحثی که جوامعیه که بیشتر سنتی و مذهبی هستن، اینها هستن که خود حکومت ها هم این مسئله رو به نوعی ترویج میکنن و یا در قبال انجامش سکوت اختیار میکنن. ما بارها و بارها شاهد این مسائل در جامعه خودمون،
در هندوستان دیدیم که به سر دو دختر دانشجو چی آوردن، در عربستان همین اخیرا من در شبکه اجتماعی نگاه میکردم که پدری دختر 4 سالش رو باهاش سکس انجام داده و در نهایت کشتتش، و مهمتر اینه که در دادگاه تبرئه شده چون بچه خودش بوده. در حال از این مسائل که بگذریم، اینها واقعیت های موجودیه که هست، میتونه که به یک نکته اساسی برسه. اون نکته اساسی چیه؟ اون نکته اساسی نقش حکومت هاست که در این زمینه چجوری برخورد میکنن. وقتی شما توی جامعه ای میبینید که ما تو جامعه خودمون در جامعه مورد ایران صحبت بکنیم که زیاد به حاشیه نرفته باشیم، در حال یه زمانی امکانات زندگی زن و مرد تو جامعه وجود داشته، حتی میتونستن با هم دیگه به استخر برن، نمیدونن به پارک ها برن، به سینما برن و هیچ کس مزاحمتی نداشته باشه. حالا وقتی که حکومتی میاد همه اینها رو جدا میکنه، استخر زنانه، استخر مردانه، پارک زنانه، پارک مردانه، صندلی ها و اتوبوس ها، دردناکترش میدونه چیه؟ دردناکترش اینه که چند وقت پیش یک استاد جامعه شناسی در دانشگاه های ایران در رابطه با این که طرحی رو خودش پیشنهاد کرده برای اینکه بانک ها هم زنان مردونه بشه و این امنیت زنانه بیشتر میکنه، اونجا درد بیشتر بود. بحث ببینید، این به نوعی ترویج خشونت در یک حکومتی، در حکومتی که 37 سال سرکار، همچنان مسائل مشکلات جامعه رو به گردن زنها میندوزه. همچنان هم ما وقتی دقت بکنیم میبینیم که تمام این مدت از آرامش به وجود آوردن در جامعه ناتوان بوده، نتونسته امنیت رو به وجود بیاره و همه مشکلات رو به گردن زنان انداخته. همه دستگاه‌هایی رو که مسئولیت این مشکل رو به عهده داشتن، وقتی نگاه بکنیم هر کدومشون مسئولیت رو به گردن دیگری میندازن و در این 37 سال همش به همین شکل شده. پایه‌های خشونت توی جامعه ما به چه شکل میتونه باشه؟ نبودن امنیت فردی و اجتماعی معنیش چیه؟ ببینید، یکی از مسائل به نظر من نبودن آگاهی‌های فردی اجتماعی است. تو جامعه، تو خانواده، تو مدارس، توی مهد کودک‌ها، توی دبستان‌ها، توی مدارس اختصاصی مثل همین جریان مدارس فوتبالی که اخیراً خیلی مشکلات زیادی رو توی ایران به وجود آورد، همه اینها مسائل است که میتونه شکل قضیه رو به نوعی عوض بکنه. ولی مسئولیت خود ما هم هست. تو جامعه ما هم به قضایا نگاه میکنیم. ما هم وقتی که میبینیم که توی یک شهری، توی یک خیابونی، بر اساس آماری که این اخیراً توی ایران چند تا روانشناس و جامعه شناس منتشر کرده بودن، یه زن 20 و چند بار مورد اذیت و آزار قرار میگیره، چه نگاهی، چه لمسی، چه متلکی، در طول یک مسیری که میخواد بره و برگرده. خب این یعنی چی؟ این یعنی این که هیچ گونه امنیتی وجود نداره. این یعنی این که حتی اگر که من بارها به این قضیه برخورد کردم، مردانی که توی خیابون ناظر این هستن که به یک زنی داره تجاوز میشه، حالا تجاوز الزاماً فیزیکی ممکنه نباشه، لمسی ممکنه باشه، نمیدونم بغل کردن ممکنه باشه، و اون زن فریاد میکشه، ولی الزاماً اون مردایی که پسرایی که اونجا رد میشن حتی ممکنه یه متلک هم خودشون هم بگن، ولی وارد نمیشن، دخالت نمیکنن. طبیعی است که مسائل مشکلاتی که حکومت ایجاد میکنه، همه اینها میتونه اثرگذار باشه. ولی واقعیت کجاست؟ واقعیت تلختر اینه که همون مردی که وای میسه نگاه میکنه، عکس العملی نشون نمیده و یا حتی خودش متلکی هم میگه، میبینیم که وقتی که در مورد همسرش، در مورد خواهرش، در مورد مادرش این مسائل به وجود میاد، دوچار یک خشونت میشه و به یک آدم سرکوبگر بدل میشه. یعنی اینکه حاضره که همه این کارها رو بکنه، اون طرف رو حتی بکشه. ما شاهد این قضیه بسیار بسیار تو جامعه اون هستیم. بحث قطعهای ناموسی یعنی چی؟ ناموس یعنی چی اصلا؟ ناموس فقط آیا زن برای مرد، مرد برای زن نیست؟
آیا وقتی که ما این بحث ناموسی رو بحث غیرت رو مطرح میکنیم آیا الزاماً مسئله رو حل کردیم؟ میبینیم که افزایش پیدا کرده، میبینیم که هر مرحله ما مواجه با مشکلاتی هستیم که این زمینه عدم توجه حکومت و یا ترویج خشونت از سوی حکومت افزایش این عدم امنیت رو بالاتر برده. من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، شاید الزاماً این مسئله آزار و اذیت فیزیکی یا روانی توی جامعه از سوی مردها الزاماً اون ارضای نیازهای جنسی نباشه، شاید به نوع دیگری بهش برخورد کرد که تحقیر جنسیتی باشه. یعنی اینکه یک مرد وقتی که مثلا توی ماشینش جلوی یک زن ویراج میده، اون رو پرت میکنه به عقب داخل یک جوب یا نمیدونم به دیوار میکوبونتش، این الزاما شاید ارضای جنسی نباشه، این یک تولید یک حقارتیه که به این ترتیب ما بهش برمیخوریم. ولی من فکر میکنم که مسئله رو باید دید که آیا این عدم امنیت اجتماعی، این مشکلات آزار و اذیت جنسی فقط برای زنان بیهجابیه که دولت بحث بدهجابی رو مطرح میکنه؟ من تصور نمیکنم چنین چیزی باشه. مسئله فراتر از اینه. حتی ما در گزارش ها زنان چادری رو هم میبینیم که گله میکنن از این مسئله، چرا که الزاماً حجاب مسئولیت نیست برای یک جامعه که دچار یک بیماریه و خشونت رو اون حکومت ترویج میکنه. چی کار باید کرد؟ به نظر من اولین قسمتش که مهمترین مسئلهشه، رها شدن از یک سری قوانین مذهبیه که ما وقتی که نگاه میکنیم این قوانین هستن. لایحه قانون مجازات اسلامی رو نگاه بکنید، ماده 638ش مجازات تعیین میکنه برای حجاب، نداشتن حجاب شرعی، ولی خب تعریف نمیکنه. برمیگردیم باز دوره نگاه میکنیم به آخر دوره آقای خاتمی، لایحه حجاب و عفافی که ایشون ارائه کردن و همچنان داره مطرح میشه و داره روش عمل میشه، اینها چه مسئله‌ای رو به وجود میاره؟ خیلی طبیعی است که جامعه رو آشفته تر میکنه، دچار ناهنجاری های بیشتری میکنه. من آخرین مرحله ای رو که برخورد کردم به مسئله همین حجاب و عفاف، همین بحث چند روز اخیر مجلس شورای اسلامی است که قانون مجازات اسلامی رو که اگر نمیدونم 7 روز تا 2 ماه برای یک بیهجابی عدم رعایت حجاب انجام شده بوده، حالا میخوان بکنن 6 ماه تا 1 سال، حالا میخوان بکنن جریمه شد 1 میلیون تومان یا نمیدونم برای مسائل مختلف. ولی مهمتر اینه که تعدادی از نماینده های مجلس اومدن یک اعتراضی رو کردن که این لایحه نباید به تصویب برسه و قانون بشه. ولی میدونید چی گفتن؟ اونجاش به نظر من مهمتره. اونجایی که مهمتره این نیست که باید برای امنیت زنان جامعه به مسئله حجاب و عفاف به نوع دیگری نگاه کرد. میگن که ممکن اگر این قانون بشه و تصویب بشه به انفجار اجتماعی بیانجامه. نگران حکومت هستند، نه نگران امنیت اجتماعی. این رو دوتا رو از همدیگه خیلی خیلی جدا بکنیم. ولی به هر حال من باورم و اعتقادم بر اینه که به هر حال مسئله امنیت اجتماعی رو بیشترینش باید خود زنها به وجود بیارن، مردها باید همکاری تو این زمینه بکنن. اعتقاد من بر اینه. بعد از 2 انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 در ایران، انقلاب 3 انقلاب زنان در ایران، من مطمئن هستم به این مسئله. خبری رو میخوندم که نوشته بود که یکی از این مسئولین حکومتی گفته تبعیت زنان از مردان کم شده. چقدر خوب، چقدر خوب. ولی بیاییم بحث رو به نوع دیگری نگاه بکنیم. باید پا به میدون گذاشت. زنان ما این برازندگی، این شجاعت، این لیاقت رو و این شایستگی رو دارن که به همون مرحله انقلابی که من میگم برسن و این جامعه رو آغازی برای گذر ازش بکنن، این حکومت فاشیستی و فاجعه آمیز رو. سپاسگزارم. بوم چوم چوم بوم چوم چوم بوم چوم چوم بوم چوم چوم